حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وبعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على خير رسله وحبيبه وصفيه أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این جلسه با بیان یک دیگر از وظایف والدین در خصوص تربیت و تأدیب فرزندانشون، نکاتی را تحت عنوان پرهیز از تنبیه بدنی خدمت شما تقدیم می‌کنم. امیدوارم که مورد استفاده و توجه شما عزیزان قرار بگیرد. یکی از وظایف که در شرایط حساس گاهی پدر و مادر را متحیر و حیران می‌سازد، نحوه برخورد در هنگام نافرمانی کودکان و فرزندان هست، مخصوصا اگر کودکان و فرزندان دچار خلاف و کارهای نادرست شده باشد. در یک چنین وضعیتی هر پدر و مادری متحیر میمانند که با یک چنین فرزندی چگونه برخورد داشته باشد. اگر متعرض فرزند نشود، در مقابل کار نادرست او واکنشی نشان ندهد، ممکن است این فرزند به کار نادرست خودش ادامه بدهد و اون کار را همچنان تکرار کند. و از طرف دیگر اگر پدر و مادر بخواهد یک واکنش نشان بدهد، حالا این واکنش ممکن است با زدن، با تنبیه بدنی، با قهر کردن و با ابراز خشونت و امثال اینها باشد که خود این مسئله نیز دوباره آسیب‌های دیگری دارد که گاهی پدر و مادر نمی‌خواهد به خاطر اون آسیب‌ها از این تنبیه بدنی نیز استفاده کند. در یک چنین وضعیتی خوب است یک دقتی داشته باشیم که ببینیم چگونه باید برخورد داشته باشیم که هم جلوی انجام کارهای خلاف فرزندان و تکرار کارهای نادرست گرفته شود و هم از سوی دیگر با خشونت و تنبیه بدنی و امثال اونها نیز دچار نشویم. برای این مسئله در منابع دینی ما مواردی به شدت منع شده است که در این موارد نباید پدر و مادر به تنبیه بدنی، به زدن و اذیت کردن جسمی کودکان و فرزندان اقدام صورت بدهند. البته وقتی این موارد رو که منع شده است از تنبیه بدنی مورد بررسی قرار میدیم، به معنای این نیست که تنها در این موارد انسان نباید تنبیه بدنی داشته باشد و در موارد دیگر جایز باشد. نه، بلکه بیان این موارد برای این است که در چنین موردها تأکیدی بر ترک تنبیه بدنی بیشتر هست و آسیب‌های بیشتری ممکنه به دنبال داشته باشد. از این باب این موارد یادآوری می شود. یکی از اون مواردی که در روایات ما به اون اشاره شده است، در جایی است که کودکان ما، اهم از پسر و دختر،
از نامهای مقدس مثل اسامی پیامبر اکرم و دختران ما از اسامی و لقبهای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برخوردار باشند که خود این نامها یک نوع حرمت و احترام و تقدس برای شخص به وجود می آورد. و در بحث نامگذاری اشاره شد که کسی که فرزند خودش را به این نامها اسم گذاری می کند باید احترام و شخصیت اون کودک را حفظ بکند و به خصوص در اون روایات تأکید شده بود که همنام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همنام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را نباید انسان بزند و تنبیه بدنی داشته باشد. مورد دوم که در روایات باز روی اون به صراحت تاکید شده است این است که در تربیت فرزندان خوب است که انسان فرزندان خودشان رو از همان دوران کودکی و خردسالی به نماز، به وضو و طهارت و امثال اینها دعوت کند و به هر مقداری که بتواند اونها رو به سمت این کار علاقه من بسازد شایسته است. اما قبل از رسیدن به 10 سالگی پدر و مادر اجازه داده نشده است که فرزندانشون رو برای انجام نماز که در اون لحظه ممکنه واجبم نشده باشد مخصوصا برای پسران، برای ترک نماز تا قبل از 10 سالگی اجازه زدن فرزندان به پدر و مادر داده نشده است به خاطر نماز. و روایت هم در این زمینه آمده است که بیان میکند که ادب صغار اهل بیتک به لسان که علی الصلاه و طهور، با زبان میشود ادب کرد و تربیت کرد که به نماز و همچنین به طهارت و وضو و امثال اینها را عادت داد. اما فاذا بلغوا 10 سنین فضرب ولا تجاوز 3، در موقعی که 10 سال شد از 10 سال به بعد اجازه داده شده است که انسان فرزندانشان را ادب کنند و به تأدیب و تنبیه بدنی هم اگر بپردازد منتها در حد مجاز خودش که می‌فرماید بیش از 3 ضربه زده نشود و در این حد اجازه داده شده است که از این روایت استفاده می شود که قبل از 10 سال به هیچ وجه اجازه تنبیه بدنی به پدر و مادر داده نشده است که فرزندانشان رو با زدن وادار به نماز و امثال اینها بسازد. ولی در همین 10 سال و 10 سال به بالا نیز محدودیت های وجود دارد که در این روایت آمده است که 3 ضربه بیشتر نباید صورت بگیرد. در سن هم اختلافات ممکن وجود داشته باشد، بعضی ها 7 سال، 8 سال، 9 سال و 10 سال بیان شده است که در این زمینه هم انسان حتی الامکان از تنبیه بدنی اجتناب کند. اما در موارد هم که به نحو اجازه تنبیه بدنی در حد محدود خودش به پدر و مادر داده شده است، این موارد نیز عبارتن از جلوگیری از انحراف بزرگی که ممکن است فرزند انسان دچار یک انحراف بزرگ بشود و این انحراف جز با تنبیه بدنی پرهیز نشود و جلوگیری نشود، برای چنین کار نیز اجازه داده شده است که می شود به خاطر جلوگیری از انحراف بزرگ فرزندان در حد محدود تنبیه بدنی نیز صورت بگیرد. و در مورد دوم هم برای تربیت و تأدیب نیز می شود تا حدودی به تنبیه بدنی رو آورد که اون هم در حد بسیار محدود خودش که در روایات ما و بیش از 3 ضربه اجازه داده نشده است. و این تربیت و تأدیب نیز حتما در اون جاهای حساس و سرنوشت ساز است که به انسان چنین اجازه داده می شود، اما در غیر این موارد اجازه تنبیه بدنی داده نمی شود.
در جاهایی نیست که تنبیه بدنی اجازه داده شده است که می شود اونها را زد و با خشونت با اونها رفتار کرد، باز حدود مشخص شده است که باید انسان از این حدود تجاوز نکند. حالا در این که حالا با زدن چقدر پدر و مادر اجازه دارد، با چه وسیله این کار را انجام بدهد، آیا به هر مقدار می توانند فرزندانشان را بزنند یا نه، خب حتما محدودیت های مشخصی برای این مطرح هست که جلوی کارهای وحشیانه، نادرست و خشن پدر و مادر را می گیرد و در حقیقت خود این تنبیه نیز به عنوان یک وسیله و ابزار تربیت مطرح است، نه به عنوان این که کسی بیاید قصد شکنجه دادن فرزندانشان را داشته باشد و یا با تنبیه بدنی کاری انجام بدهد که موجب کبود شدن بدن اونها، موجب جراحت و زخم در بدن فرزندان و کارهای شدیدتر و سختتر صورت بگیرد. در این زمینه باید دقت کرد که پدر و مادر یک مرتبه هست که از تنبیه بدنی به عنوان همون ابزار رسیدن به هدایت و صلاح و تربیت فرزند استفاده می کند و یک مرتبه هست که از تنبیه بدنی به عنوان تشفی قلب، یعنی فرونشاندن خشم و غضب و ناراحتی خودش استفاده می کند که این مورد دوم قطعا نادرست است و به هیچ وجه اجازه داده نشده است که پدر و مادری که به سر فرزندانشون ناراحت شدن، خشمناک شدن، بخواهند با این گونه زدنها اون خشم و ناراحتیشون رو فرو بنشانن و در این زمینه اجازه به پدر و مادر داده نمی شود. اما محدودیت هایی که برای تنبیه بدنی بیان شده است چند تا نکته هست که خوب است به اونها توجه بشود. نکته اول این است که از زدن یا تنبیه با عنوان یک اصل حکیمانه باید استفاده بشود، نه با عنوان یک شیوه خشونت آمیز که بخواهد پدر و مادر همون گونه که اشاره شد ناتوانی های خودشان را، ضعف های خودشان را و کوتاهی هایی که در گذشته داشتن اینها رو بخواهند با زدن جبران بکنن. و تنبیه بدنی دوباره بیان شد که پیش از 10 سالگی به هیچ وجه جایز نیست و اگر این زدن دوباره به سرخ شدن بدن، زخم شدن بدن، کبود شدن بدن و امثال اینها منجر بشود یا خدای نخواسته موجب نقص عضو کودک بشود، همه اینها سبب دیه و کیفر هست که می شود بر اساس قانون هر پدر و مادری که مرتکب چنین جرمی بزرگی بشود اونها را تحت پیگرد قانونی قرار داد. اما در مواردی که این محدودیت ها بیان شده است، یکی حماد ابن عثمان می گوید از امام صادق علیه السلام درباره ادب کردن کودک و زن و غلام سوال کردم، حضرت فرمودند که 5 یا 6 ضربه بیشتر نزن و در همین اندازه نیز نرمش نشان بده، نه اینکه کسی با تمام توان خودش بخواهد با ابزار و وسایل بسیار سخت و محکم بخواهد به جان فرزندانشون بیفتد. نکته دوم این است که بیش از 3 ضربه زدن قصاص داره که از جمله از وصایایی که پیامبر گرامی اسلام به امیرالمومنین علی علیه السلام داره، می‌فرماید برای تأدیب بیش از 3 ضربه نزن که اگر چنین کاری انجام بدهی در روز قیامت قصاص خواهید شد. و خود مولا علی علیه السلام نیز در یک برنامه‌ای که کودکانی خدمت حضرت آمده بودند تا بهترینشون انتخاب بشود، امام علی علیه السلام توسط همین کودکان به معلمینشون پیغام میفرستد که به معلم خود بگویید که اگر برای تأدیب بیش از 3 ضربه به شما بزند از او قصاص خواهد شد، که خود این محدودیت ها به خوبی گویای این حقیقت هست که انسان باید قطعا در این گونه تأدیب ها توجه به این نکات داشته باشد. از جمله پدر ممکن است بر اثر روحیه پدری و همچنین روحیه مردانه از خشونت بیشتری نسبت به فرزندانش استفاده کند و برای جلوگیری از این مسئله نیز به صورت ویژه و مخصوص نیز
این حکم بیان شده است که اگر پدر شرایط لازم برای تأدیب و تنبیه فرزندانشان را مراعات نکنند، در اثر تنبیه پدر سرخی، کبودی و آسیبی به بدن کودک وارد بشود، در این صورت پدر حتما دیه باید بپردازد، هرچند این زدنش به خاطر تنبیه فرزند باشد، به خاطر تأدیب و تربیت فرزند باشد، باز هم اگر این عوارض را به دنبال داشته باشد سبب پرداخت دیه خواهد شد، که در رساله های عملیه هم از جمله در سوالی که از یک از مراجع عظام سوال شده است، وقتی سوال شده است که اگر پدر فرزند خودش را به قصد تربیت و ادب کردن مورد ضرب قرار بدهد آیا دیه دارد یا نه، در جواب نوشته است که هرگاه تأدیب طفل متوقف باشد بر زدن، خب این گونه تأدیب جایز هست، ولی باید این زدن به گونه‌ای باشد که سبب سرخی و کبودی بدن طفل نشود، و در فرض جواز باز حکم تکلیفی با حکم وضعی منافات ندارد. به این معنا که ممکن است جایز باشد زدن، حرام نباشد، اما در این حال پرداخت دیه و امثال اینها هم به عهده پدر بیاید. مثال دیگری که در این زمینه میزند این است که گاهی مثل خوردن در یک حالت مخمصه که انسان از گرسنگی ممکن است هلاک بشود، در اینجا خوردن مال غیر حرام نیست، جایز می شود که آدم مال کسی دیگر را هم بخورد، اما خود این جایز بودن خوردن مال غیر در هنگام گرفتاری و مشکلات که خیلی وحشتناک است و معضل هست، سبب نمی شود که بعداً این شخص ضامن قیمت اون چیزی که خورده نباشد. بنابراین در موارد هم ممکن است زدن جایز باشد، و اگر این زدن سبب پرداخت دیه بشود، این ضمانت و وجوب پرداخت دیه هم ممکن است بر عهده پدر و مادر بیاید. و از همه این موارد به خوبی متوجه این نکته می شویم که باید حتی الامکان از تنبیه بدنی و زدن کودکان و فرزندانمون اجتناب کنیم، که خدای نخواسته به قصاص و همچنین پرداخت دیه و امثال اینها مجبور نشویم، که اگر پرداختم نکنیم ممکن است دوباره مدیون حق الناس باقی بمانیم، که خود این نیز نکته مهمی دیگر است. ادامه مباحث را هم در جلسه دیگر خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. تا اون زمان همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.